breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start looking as a سلام رفقا، پانیشر هستم. رفقا خبرهای خوب زیادی دارم واسه تون. اگه دقت کرده باشین کیفیت کارام خیلی داره میره بالا. خب میخوام بهتون بگم که دیوایس گرفتم. دیوایسم اونقدر خوب نیست ولی خب بدم نیست. برای اونایی که پول زیادی نمیخوان خرج دیوایس کنن دارم بهشون میگم که حتما دیوایس منو بگیرین، چون واقعا اوکیه، کارتون رو راه میندازه و حتما از این دیوایس استفاده کنین. من گوشی گرفتم، گوشی میتن تیه و ازش راضیم. خوبه، باتریش اوکیه، شارژش فست شارژ، همه چیش اوکیه. بعد رفقا موضوع این گیم پلی اینه. خب حالا ما یه بابایی رو میزنیم به اسم یانریک وایتی. زیاد نمیدونم خودشه یا خودش نیست، نظراتتون رو میتونین تو کامنت ها بنویسین. ولی خب بازی جالبیه و رفقا فردا احتمالاً، یا فردا یا پس فردا، هم یه دونه گیم پلی، یعنی یه دونه گیم پلی در رابطه با اتچمنت AK، بهترین اتچمنت AK بازی براتون حتما بذارم. امیدوارم لذت ببریم. بریم که گیم پلی رو ببینیم. لحظات فان زیاد داره. خلاصه بعد از چند وقت اومدم باهاتون اصلا صحبت نکرده بودم، دلم تنگ شده بود. خب بریم که گیم پلی رو ببینیم. خب رفقا تو حالا بوچه رو با اسنایپ زده بودین؟ اگه نزده بودین و بعدا دیدین. خب رفقا جلوتر یه کولاکه، البته نمیدونم رنگ ها ریست شده، خیلی بازی آسون شده. خب بعضی وقتا خیلی پلیر هست، بعضی وقتا اصلا نیست، بعضی وقتا یکی دوتا اسکواد تو بازیه. خب پینگ هم که اوکی نکردن، پینگ هم هنوز بالاست، منم دارم با پینگ بالایی بازی میکنم. ولی خب بچه ها اینجا یه اسکواد داریم. خب من حد زدم که اینا میان برن آپگرید کنن. خب رفتم های گراند رو ازشون گرفتم، وایسادم بیان. بعد میخوام اوزار یه نگاه میندازم ببینم اوزا چطوریه اینجا و میبینم که این اومد زارت یه دونه تیر خوابوندم تو سرش. خب اینی هم که داره به من دمیج میده باته، من خودم رو چیز این نمی کنم. خب درست دردم میزنمش، نمیخوام بیشتر این دمیجم کنم، ولی یه موقعیت رو یه نگاه کردم، یکیشون رو انداختم، الان دارم بلندش میکنم. واقعا هم این کلاس زامبیه رو خیلی قوی کردن رفقا، این سگه خیلی وحشتناک قوی شده. خب اگه این سگه نبود الان من زده بودم اونا رو تا الان. ولی خب به هر حال با اینکه این سگه هم انداختن و رو مخ ما دارن میرن، ولی به هر حال میزنیمشون. خب رفقا یه نکته اینجا بهتون بگم، نگاه کنین الان این دوتا دارن توی یه خط موازی دارن میرن. خب من اشتباه کردم، تیر زدم. خب ولی وقتی طرف تریکستر داره، خب این اسکیل داره، وقتی اون کاراکتری که یا داره اسلاید میزنه یا جامپ میزنه رو باید بزنه، نه اونی که اینطوری مستقیم داره. الان نگاه کنین من همین تیرام هم داره به هد این میخوره، یعنی قشنگ همین تیرام توی هدش صاف بود، ولی نمیدونم چرا نمیمیره. خوشبختانه انقدر بات هست که نمیزنه، البته نزدیک بود بزنه خوده. خب رفقا داریم نزدیک میشیم به ثانیه های
چی بهش میگن، طلایی باتمانه نکشه. یه خوبی خیلی بزرگی که دیفندر داره رفقا، دو تا اصول بهتون میگم که اگه رعایت کنین همه بازیاتون رو وینر میایین بیرون، یعنی همه بازیهاتون رو راحت وین میگیرین. دو تا نکته داره این بازی، اصلا هر بازی شوتینگی، یکی اینی که های گراند رو داشته باشین، دو این که فایت نزدیک ندین. این دو تا نکته رو اگه در نظر بگیرین خب. و یه نکته دیگه هم که بهتون اضافه میکنم اینی که بچه با کاور گرفتن شلیک کنین خب. با کاور گرفتن، پشت سنگی، پشت خونه‌ای، پشت یه دیواری با کاور گرفتن، اصلا توی هر بازی بخواین دقت کنین، هر بازی جنگی بخواین دقت کنین، این نکات رو باید توش انجام بدین. خب من چون خیلی بازی‌های یه گیمر به حساب میام و خب به علت نداشتن شرایط مالی نتونستم مثلا وارزون بازی کنم، خب مثلا پی سی 100 میلیون تومانی نداشتم، خب حداقل پی سی که برای وارزون خواست 60-70 میلیون تومانه. و قول بهتون میدم من از موبایل میرم وارزون، حالا اینو از من داشته باشین. ولی در کل به خاطر شرایط مالیش نتونستم، خودم یه گیمرم و این نکاتو توی هر بازی، چه پی سی باشه چه هر چی باشه، بازی شوتینگ باشه، اگه رعایت کنین 100% میتونین اون بازی ها رو ازشون بهترین، یعنی بهتر از بقیه باشین. خب این نکاتو حتما دقت کنین. رفقا در مورد سنس ازم زیاد میپرسیم خب. رفقا بعضی از گوشی ها مخصوصا شیائومی، حالا یه احتمالا ویدیو هم در رابطه با این سنس بذارم خب، ولی حالا شاید بذارم. ولی رفقا در مورد سنس، من سنس بازیم حدودا روی دیفالت، یعنی یه مقدار خیلی کمی زیاد کردم سنسمو خب، و سنس خود گوشی مو بردم بالا. یه تنظیمات داره برای سرعت چرخیدن صفحه و دقت تاچ گوشی و اینا، این تنظیمات رو دستکاری کردم و من واقعا ازش راضیم. اینجا هم اگه دقت کنین، چون انقدر پلیر کمه، گفتم رضا اونا رو نزن، اون آخریشون اومده تگ برداره، بذار تگا رو برداره بره. خب رفقا اینجا هم بلید یکی از دوستای منه که باهاش پرایوت بازی میکنم، یکی از دوستای قدیمی منه، بلید، فردین قتک، دو تا یکی از دوستای خیلی صمیمی ان که باهاشون مسابقات و پرایوت ها و تورنمنت ها رو شرکت میکنم، تورنمنت های خارجی. الان یه گان از رو زمین برداشته، اتچمنت یه بنده خداییه، خب خشاب چیز گذاشته روش، اون خشاب یه اسم خیلی باحالی داره که تیراش خیلی، فایر ریت خیلی بالایی داره و اینم تست میکنم، اگه چیزی به درد بخوری باشه بهتون میگم. ولی به دلت این که فایر ریت خیلی بالایی داره و لگد خیلی بالایی که داره خب، 10 تا تیر اولتون رو 30 تا تیر جا میگیره، 10 تا تیر اولتون رو که میس بدین دیگه احتمال مرگتون خیلی بالاست. ولی اگه فایت نزدیک باش بزنین، اگه همه تیراتون رو بزنین به هدف، احتمال کشتن طرف خیلی زیاده. خب اینجا هم یه لحظه طلایی، این چی کار میکنی؟ سلام چطورین؟ به خدا فکر میکردم یه نفره، رفتم دیدم آه سه نفر ماشینم، خدا وکیلی اینا، دلم براشون سوخت. الان اینجا هم میترسم این باته منو بزنه، خدا وکیلی نگاهش بین، 20 باتا خیلی سگ شدن. خب رفقا داریم کم کم به پایان گیم پلی نزدیک میشیم، امیدوارم از گیم پلی لذت برده باشین و به علت درخواستای زیادتون دوباره صدا گذاری کردم. چنل ما رو حتما ساب کنین، لایک و کامنت فراموش نشه، همه کامنتاتون رو میخونم، دوستتون دارم، ارادتمند شما پانیشر.